20 سال پیش زمانی که پا به دنیا گذاشت، فضا انقدر برای زنان و دختران افغان بسته بود که حتی تصور دوچرخه سواری زنان دشوار بود. رخسار حالا پا به پای یک پسر جوان همتیمیش در خیابان‌های پایتخت آزادانه رکاب می‌زند. انتخابات پارلمانی را فرصتی برای حفظ این دستاورد می‌داند. در سال‌های گذشته در زمینه‌های مختلف پیشرفت‌های خیلی خوب صورت گرفت و فضا بر خانم‌ها و دخترها بازتر شد. و من حیث یک دختر و من حیث یک جوان می‌خواهم به پای صندوق‌های رای برم و با کسانی که هدفشان خدمتگزاری به این وطن و حفظ این دستاوردهاست رای بدم. ذبیح الله در کنار درس‌های مکتب انتخاب دیگری هم کرده، آموزش تعمیر موتورسیکلت و دوچرخه. اما انتخاب سخت‌تر ذبیح الله نماینده است که می‌خواهد با رأی او به مجلس برود. رأی دادن حق ماست، ما باید از حق خود استفاده کنیم، بخصوصا جوانان کشور، چون آینده کشور در دست همزه جوان هاست. باید دوستا را، اندوالا را تشویق کنیم که در انتخابات پیشرو سهم فعالی داشته باشند. انتخابات پارلمانی پیش رو برای برخی از جوانان شاید نخستین تجربه سیاسیشان باشد، اما یکی از نگرانی‌های جدی در مورد انتخابات پارلمانی احتمال مشارکت کمرنگ مردم به ویژه جوانان هست. جوانانی که به نظر می‌رسد ناامنی، بیکاری و فقدان چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده سیاسی کشورشان تأثیر تعیین کننده‌ای بر تصمیمشان بگذارند. دلایلی هست که منم میخوایم در انتخابات پارلمانی امسال من حیث یک رای دهنده اشتراک بکنم. اولش نبود امنیت در کشور است، یعنی جان ما تضمین نیست. دومش یعنی نبود کاندیدا یا نامزد مورد نظر است. و سومش هم عدم شفافیت در پروسه انتخابات پارلمانی امسال است. شمار زیادی از نامزدان انتخابات پارلمانی هم جوانان هستند، از فعالان عرصه رسانه گرفته تا فرزندان رهبران جهادی. به نظر می رسد حضور این نامزدان پای جوانان بیشتری را به پای صندوق‌های رأی بکشاند. چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با آن خوشبین است. کسانی که به عنوان رای دهنده ثبت نام کردن و قرار هست که در روز انتخابات به پای صندوق‌های رای بیارن، طیف بزرگی از اینها جوان‌ها هستند و نشانگر از این هست که نسل جوان ما باور داره به اینکه رای او میتونه باعث تغییر شود و تاثیرگذاری خودش را در روند صلح، دموکراسی، نهادی نشدن ارزش‌های اجتماعی نوین و پیشرفت کشور داشته باشه. افغانستان بیش از 31 میلیون جمعیت دارد که حدود 3.5 میلیون آن را افرادی نزدیک به 20 سال تشکیل می‌دهند. 70% این جمعیت در روستاها ساکن هستند. هرچند نیروهای امنیتی افغان در برابر شورشیان در شهرها دست بالاتری دارند، حضور جنگجویان در مناطق غیر شهری چالشی جدی سر راه انتخابات محسوب می‌شود. زینب آوین، BBC کابل.